به پایان رسیدن مذاکرات 6 روزه در قطر. منابع طالبان میگویند که در ماه آینده روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز خواهد شد. قطر نشده که مطلق بندوشان و بندی توقف را غلیدی که در خارجیان و پوتول و بندی البته به دانه و میشتی پسر که به شروع کیجی در آقه در پاره به یو حیعت که آقه به طالبان و در خارجیان و سجور بی آقه به تیجی. آتش گرفتن پیهم مارکت های تجارتی در آتش سوزی در مندبی شهر کابل نزدیک به 400 دکان حریق شدند. این مارکت سوخته میره، یک نفر نیده قصه زی باشه، هر کدام میره که میگه برو پسان بیا باش، فلانی پایپ نیست، سردان نیست، زیردان نیست، هیچ چیز میگه نیست. و بقای دو انفجار در فیلیپین، در این انفجارها نزدیک به 100 تن کشته و زخمی شدند. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز، با من صدیق فیروز خوش آمدید. مشروع خبرها. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ماه فوریه آغاز خواهد شد. افراد نزدیک به طالبان مسلح میگویند که قرار است بر علاوه توافق بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نشست دیگر نیز به تاریخ 25 ماه آینده در قطر برگزار شود که در آن در مورد آتش بس بحث خواهد شد. در همین حال زلمه خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که در مذاکرات 6 روزه در قطر پیشرفت‌های مهم صورت گرفته است، اما با طالبان روی هیچ مورد توافق نشده است. طالبان نیز این گفتگوها را مفید خوانده و گفتند که این مذاکرات نسبت به مذاکرات دیگر امیدوار کننده بود، اما در هیچ مورد توافق نشده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان آسان نبود، اما پاکستان در این بخش کار کرد و پیشرفت نیز در آن صورت گرفته است. مذاکرات 6 روزه هیئت آمریکایی و طالبان مسلح در قطر که در آن از پیشرفت‌های مهم سخن گفته می‌شود، شام شنبه به پایان رسید. هرچند در رابطه با توافق بر سر کدام مورد تا هنوز به گونه رسمی چیزی گفته نشده است، اما افراد نزدیک به طالبان مسلح می‌گویند که در این نشست بر برخی مسائل مهم توافق شده است. آنان می‌گویند که بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این مذاکرات توافق شده است و ماه آینده خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز می‌شود، اما در رابطه با آتش بس و برخی مسائل دیگر با تاریخ 25 ماه آینده نشست دیگری برگزار می‌گردد. قطر نشده که مطلق به دو شانو بندی توافق را غلیدی که در خارجیان و پوتول و بندی البته به دانه و میشتی پسر که به شروع کیجی در آقا در پاره به یو حیعت چه آقا به طالبان و در خارجیان و سجور بی آقا به تینیر چه آقا به ساری آتش پس تروس پری نسته، نو کدای سی چې آتش پس په هغه ناشته کې چې د پروري په 15مه باندې کېږي، په هغو کې به په نورو جزیاتو باندې هم خبرې کېږي. نو هغه جزیات آتش پس دي د بندیانو موضوع ده، نور ځینې ځینې د افغانستان د حکومت سره خبرې دي، په دې ټولو به حالت خبره کېږي. با باور افراد نزدیک به طالبان مسلح در نشست قطر همچنان توافق شده است آن در ادبای خارجی که بر ضد امریکا می جنگند باید از مناطق تحت حاکمیت طالبان خارج شوند. اما در پایان نشست قطر زلمه خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشت که در این مذاکرات 6 روزه پیشرفت‌های زیادی شده است، اما بر هیچ مورد توافق نشده است. طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه مذاکرات 6 روزه را مثبت خواندند و گفتند که در بیشتر موارد پیشرفت شده است، اما بر هیچ مسئله توافق نشده است. در این مذاکرات در مقایسه با گذشته پیشرفت زیاده شده است. برخی مسائل دیگر وجود دارد که باید از بین برود. تا زمانی که بر همه موارد توافق نشود، بر هیچ موردی توافق نمی شود و همه چیز باید بخشی از مذاکرات بین الافغانی باشد و آتش بس نیز اعلام شود. در مذاکرات قطر در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و برخی مسائل مهم دیگر بحث و پیشرفت شده است. این که موضوعات مهم است و به بحث بیشتر نیاز دارد، فیصله شد تا به خاطر گفتگو بر برخی مسائل لاینحل نشست‌های مشابه دیگری برگزار شود. در جریان مذاکرات موقف امارت اسلامی این بود تا زمانی که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان حل نشود، پیشرفت در بخش‌های دیگر امکان ندارد و تا هنوز بر هیچ موردی توافق نشده است.
همزمان با این اظهارات وزیر خارجه پاکستان میگوید که مذاکرات صلح افغانستان آسان نبود، اما پاکستان در این بخش کارهای زیادی انجام داد و اکنون در این مذاکرات پیشرفت نیز شده است. مذاکرات صلح افغانستان آسان نبود، اما پاکستان در بخش سهل سازی این مذاکرات کار زیادی انجام داد و پیشرفت نیز صورت گرفت. در روند صلح افغانستان مشکلات وجود دارد که پاکستان، افغانستان و امریکا می توانند این مشکلات را حل کنند. عنوان میشه که این نشست یک نشست دو جانبه بود، در حالی که نشست می تواند بگیم که یک نشست سه جانبه است، چون به خاطر که بیشتر ابتکار مدیریت مذاکرات پاکستان در اختیار گرفته و حتی گفته میشه که دیپلمات ها و جنرالان پاکستانی در این ملاقات و در این نشست حضور داشتند. در همین حال هرچند گزارش های نیز وجود دارد که شورای عالی صلح و حکومت افغانستان در مذاکرات قطر در حاشیه نگه داشته شدند، اما شورای عالی صلح میگوید که این شورا از آغاز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر در جریان بود و این روند با تفاهم شورای عالی صلح به پیش رفته است. و پروسس افغانستان کاملا قابل و هر اقدامی که میکنه تسهیلگری زمین سازی به خاطر آغاز مذاکرات صلح است و بدون شک ما همکاری ایالات متحده آمریکا رو به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان در پهلویی که ضرورت دیگه کشورها را هم احساس میکنیم در این راستا ایالات متحده آمریکا گام های مؤثر میکنه در این بخش برداره. مذاکرات هیئت آمریکایی و طالبان مسلح در قطر در حال به پایان می‌رسد که بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، ایالات متحده در این مذاکرات پذیرفته است که در مدت 18 ماه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. مذاکرات هیئت آمریکایی و طالبان مسلح در قطر و پیشرفت‌ها در این مذاکرات در داخل و خارج از کشور با استقبال گسترده مواجه شده است. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در رابطه با خروج نیروهایش از افغانستان جدی است. مایک پمپیو پس از ملاقات زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان مسلح در قطر گفت است که آمریکا در روند صلح افغانستان و خروج نیروهایش از افغانستان جدی است. پمپیو در صفحه توییترش همچنان نوشته است که افغانستان نباید بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی مبدل شود و میگوید که ایالات متحده با حکومت افغانستان و تمامی جناح‌ها برای یک افغانستان باثبات، مستقل و مرفه کار میکند. این مقام آمریکایی همچنان گفته است که در گفتگوها با طالبان مسلح پیشرفت‌های مهم صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در بخش صلح افغانستان نیز گفته است که مذاکرات شش روزه آنان با طالبان در قطر به پایان رسیده و پیشرفت‌های مهم در این مذاکرات صورت گرفته است. طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه از پایان این مذاکرات و پیشرفت‌ها در آن خبر دادند. آتش‌سوزی بزرگ در یک مارکت تجارتی در مندوی شهر کابل خسارات هنگفت مالی به جا گذاشت. این آتش‌سوزی در یک مارکت بت‌فروشی مربوطات حوزه اول شهر کابل حوالی ساعت 6 صبح امروز آغاز شد. وزارت امور داخله میگوید تا هنوز علت اصلی وقوع این آتش سوزی معلوم نیست، اما سرایت آتش سوزی به مارکت های همجوار آن جلوگیری شده است. شمار از دکانداران با انتقاد از اطفائیه در جریان عملیات مهار آتش سوزی میگویند که پرسنل این اداره مسلکی نیستند. این بار نخست نیست که مارکت های تجارتی در کابل و برخی ولایات دیگر تومه آتش میگردد. وقوع آتش سوزی باز هم باعث از بین رفتن سرمایه های تاجران در کابل گردید. یک آتش سوزی بزرگ حوالی ساعت 6 صبح روز یکشنبه در مندوی مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل مارکت تجارتی بت فروشی را کاملا حریق نمود. این آتش سوزی از منزل اول این ساختمان 5 طبقه آغاز و تا آخرین منزل آن رسید. رئیس شورای حمایت از حقوق پیشاوران مندوی کابل میگوید در آتش سوزی بیش از 350 دکان حریق گردیده است و آتش به دو مارکت همجوار نیز سرایت کرده که خسارات هنگفت مالی را بر دوش داشت. علت تا فعلا معلوم نیست. ساعت 6:30 صبح حریق شد، آتش سوزی شد. تا فعلا فضل خودم یک مارکت در گرفته، باقی مانده جلوش گرفته شد. فعلا خودم یک مارکت حریق شده، مارکت های پلوشم آتش را چیز کرده بود.
اما دکانداران این محل میگویند در حدود نزدیک به 400 دکان در این مارکت ها حریق گردیده و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. آنان انتقاد میکنند که این آتش سوزی در نتیجه نبود ظرفیت کاری در اداره اطفایه کابل و غیر مسلکی بودن کارمندان آن شعله ور شده است. منتها اطفایه صحیح کار نکرد. کدام جایی که آتش سوزی است او جدا نمیگیره، دیگر طرف میگیره. هر کس پایپ برای خود کش میگیره، دیگر دار که تار میسازه که او نسوزه. وقتی جایی که آتش سوزی است او جدا نمیگیره. بیکفایت آدمایی که آمده که بیخی تجربه کرده داشت کجا صحیح کار نکرد، آتش گل میکرد، این صحیح کار نمیکرد. صحیح از ساعت 6:30 صبح عریق شد و تا بالا ادامه داره. دکانم در حدود فکر کنم چیزی کم 400 یا 380-390 دکان. این مارکت سوخته میره، یک نفر نیده قصه زی باشه. هر کدام میره که میگه بره پسان بیا. باش فلانی پایپ نیست، سردان نیست، زیردان نیست، هیچ چیز میگه نیست. یا کلی بی کفایت است، یک اتفای ناکام و کمال کلی رو برطرف کنه. این وقت از یک چهار نفر صحیح بیا. از سوی همسخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این آتش سوزی تلفات جانی در پی ندارد، اما در حدود 50 دکان را حریق نموده است. حدود 50 دکان که در اینجا عریق شده. از انتشار آتش به دو مارکت هم جوارش جلوگیری شده. خوشبختانه تلفات نداره. تلاش صورت گرفته تا این که هم از انتشار آتش در سایر ساحات جلوگیری شده و هم اجناس اکثریت دکانهای خودی تعمیر و اطرافش به جای مسکون انتقال داده شده. در جریان این آتش سوزی شماری از افراد فرصت طلب و سارق نیز دست به کار شدند و تلاش می‌کردند تا از داخل دکان‌های آتش گرفته اموال تاجران را به سقف ببرند که پلیس کابل زحمت از آنان را از محل حادثه دستگیر کرده است. 10 نفر که قصد را داشتند که اجناس مردم را به سرقت ببرند توسط پلیس محل شناسایی و بازداشت شدند. این بار نخست نیست که یکی از مارکت‌های تجارتی در کابل در شعله‌های آتش حریق می‌گردد. پیش از این نیز یک مارکت بزرگ موبایل فروشی در جاده نادرپشتون، یک بلند منزل رهایشی در منطقه چهارراهی عبدالحق، مارکت بزرگ تجارتی عباسین زدران، مرکز فروش مبل و فرنیچر در کارته پروان و شمار دیگر از مراکز تجارتی در کابل، منگرهار و هرات بر اثر آتش سوزی‌ها حریق گردیدند. این ششمین آتش سوزی است که در مراکز تجارتی بزرگ در کابل رخ می‌دهد. پیش از این در جاده نادرپشتون نیز یک مارکت بزرگ موبایل فروشی در شعله‌های آتش حریق شد. اما سوال اساسی اینجاست که تا هنوز هیچگاه علت اساسی این آتش‌سوزی‌های بزرگ در مارکت‌های تجارتی روشن نشده است. زیالا داوود، کابل نیوز، کابل. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، از پیشرفت در مذاکرات صلح میان طالبان و هیئت آمریکایی استقبال کرده است. در خبرنامه یک از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین کشور به نشر رسیده آمده است که تامین صلح و امنیت در کشور در صدر اجندای مردم است و تاکید نموده است که مذاکرات صلح باید با اعلام آتش بس و پایان دادن به خونریزی در افغانستان همزمان باشد. رئیس جمهور پیشین همچنان افزوده است که تامین صلح پایدار در افغانستان زمان تحقق خواهد یافت که مسئول مذاکرات و توافق میان خود افغان‌ها بوده و نتیجه گفتگوهای سال یک افغانستان متحد دارای وحدت ملی با حاکمیت آموتام استقلال کامل و رو به پیشرفت و ترقی باشد. شورای حراست و ثبات میگوید که در کمیسیون‌های انتخاباتی باید تغییرات بنیادی و ساختاری ایجاد شود. شمار زیادی از اعضای رهبری شورای حراست و ثبات که با تکت‌های مختلف انتخاباتی پیوستند در پیوند به انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار نگرانی می‌کنند و بر آوردن اصلاحات گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزند. آنان می‌گویند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری همزمان از 4 تکت انتخاباتی حمایت می‌کنند. مسئولان این شورا از تلاش‌های جاری سال استقبال می‌کنند و می‌گویند در هر جایی که در مورد صلح افغانستان مذاکرات صورت می‌گیرد از آن استقبال می‌کنند، اما این گفتگوها باید زیر چتر حکومت افغانستان باشد.
شورای حراست و ثبات که بیشتر اعضای آن با تکت‌های مختلف انتخاباتی یکجا شدند میگویند که این شورا تا هنوز بر حال است و برای انتخابات آینده برنامه‌های مشخصی دارد. اعضای این شورا بر مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات انتقاد می‌کنند و میگویند که باید در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات آورده شود. آنان برای برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری بر آوردن اصلاحات و تغییرات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌کنند. در مطابقت با قوانین افغانستان با آوردن اصلاحات بنیادین و ساختاری در تمامی سطوح مدیریت کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی تأکید داریم. مسئولان شورای حراست و ثبات میگویند که موقف این شورا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری واضح است و آنان از 4 تکت انتخاباتی حمایت میکنند. این شورا از تلاش‌های جاری صلح حمایت میکند و میگوید در هر جایی که مذاکرات صلح صورت میگیرد باید تحت چتر حکومت افغانستان باشد. مخالفان مسلح دولت چی با آمریکا چی با هر کشور دیگه‌ای که میشینند یا کشورهای دیگه که با اینا میشینند در حد مذاکره کار خودشان است، اما وقتی که مسئله معاهده مطرح میشه، امضای یک سند مکتوب مطرح میشه یا مهمتر از همه عنوان افغانستان مطرح میشه در اون سند، باید جمهوری اسلامی افغانستان از ملت افغانستان نمایندگی بکنه. شورای حراست و ثبات افغانستان در حال خواهان مذاکرات صلح تحت چتر حکومت افغانستان است که شورای عالی صلح میگوید مذاکرات هیئت آمریکایی و طالبان مصالح در قطر زمینه سازی برای مذاکرات بین الافغانی است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله مدغم میگردد. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور پس از این تمامی کارهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از سوی وزارت امور داخله و پیش برده میشود. در این فرمان به اداره‌های مربوطه دستور داده شده است که با وزارت امور داخله مسئولیت‌های انتقال و مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را به پیش ببرند. بر اساس این فرمان به وزارت‌های صحت عامه، مالیه، امور داخله، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و یک نماینده دفتر رئیس جمهور وظیفه سپرده شده است که طرح مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله را آماده کنند. حکومت افغانستان دلیل مدغم ساختن وزارت‌ها را پیش برده درست کارها و ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان می‌کند. یک هیئت لویس‌فرانبولی به هدف تحقیق در مورد آزار و اذیت جنسی بازیکنان زن تیم ملی فوتبال افغانستان به اروپا می‌رود. لویس‌فرانبولی می‌گوید تحقیقات ابتدایی این قضیه در کابل تکمیل شده است و به هدف تحقیق از افراد دخیل دیگر در این قضیه هیئت از لویس‌فرانبولی به اروپا سفر می کند. مسئولان می گویند که 5 تن به شمول رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان هنوز هم ممنوع الخروج هستند و از 30 تن تحقیقات صورت گرفته است. لویس‌فرانبولی می گوید که تحقیقات ابتدایی در رابطه با آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان تکمیل شده است و افراد دخیل در این قضیه تحت نظارت قرار دارند. سخنگوی لویس‌فرانبولی که در یک نشست خبری در رابطه با پیشرفت‌ها در مورد این قضیه صحبت می‌کرد گفت که تحقیقات در رابطه با این موضوع تکمیل شده است و قرار است یک هیئت لویس‌فرانبولی برای تحقیق این مسئله به اروپا برود. ایجاب میکنه تا هیئت به بیرون از کشور سفر بکنن. چند کشور اروپایی که گفته میشه هیئت نیاز داره با نهادها و با اشخاص افراد از نزدیک انجام تحقیق بتن، مصاحبه هایی را داشته باشن. هیئت پلان داره که این سفرشان به زودترین پلان، یکی از پلانایشان است که به بیرون از کشور سفر بکنن. از طریق وزارت امور خارجه رسما لویس‌فرانبولی افغانستان تقاضا کرده تا این که از طریق یکی از طریق مجاری دیپلماتیکش زمینه سفر همکارای ما به اروپا فراهم شود تا اینا بتانن به زودترین فرصت تحقیقات خود در بیرون از کشور هم تکمیل بکنن، با یافته‌های داخلیشان تصمیم نهایی را اتخاذ کنن. مسئولان میگویند که 5 عضو فدراسیون فوتبال به شمول رئیس این نهاد ممنوع الخروج شدند و تحقیقات 30 تن تکمیل شده است و افراد متهم هنوز هم زیر نظارت قرار دارند. سخنگوی لویس‌فرانبولی میگوید که در پیوند به این قضیه در کنار وزارت امور داخله از نهادهای دیگر نیز کمک خواسته شده است و تحقیقات آنان هنوز جریان دارد. اولین کار را که
هیئت موظف یا همکارای ما به خاطر بررسی از این قضیه انجام دادنی بود که در گزارش هم آمده بود که محل خاص یا اتاق خاص وجود داشته که در اونجا فوتبالیستای ما مورد آزار اذیت قرار می گرفتین. زیر نظر هیئت موظف یک تیم تخصصی و مسلکی از وزارت محترم امور داخله مطالبه شد و اینا عملا رفتن اون مکان عکس برداری کردن، فیلم برداری کردن، اسکیچ گرفتن، کروکی گرفتن و همه مواردی که برای بررسی اساسی و تخصصی قضیه نیاز بود او فعالیت ها در ابتدایی ترین مرحله صورت گرفت. چند ماه قبل یکی از بازیکنان پیشین فوتبال زنان افغانستان ادعا کرد که شماره از اعضای این فدراسیون به شمول کرام‌الدین کریم رئیس آن در آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان دست دارند، موضوعی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده را برانگیخت. بیننده خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه باشید. مزام شما دید در ادامه خبرهای جهان. دو انفجار پی در پی در یک کلیسا در فیلیپین نزدیک به 100 کشته و زخمی بر جا گذاشت. مسئولان میگویند انفجار نخست بالای افرادی که به هدف عبادت به این کلیسا رفته بودند رخ داد و انفجار دومی پس از آن رخ داد که مردم و تیم‌های کمک کننده به هدف کمک و قربانیان حمله نخست آمده بودند. آنان میگویند که در این انفجارها 21 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری فیلیپین گفته است که به عاملین این رویداد سزای سنگین داده خواهد شد. تاکنون مسئولیت این حمله را کدام گروه برادر نگرفته است، اما در این کشور گروه داعش و گروه مسلح ابو سیاف فعالیت میکنند. ایالات متحده آمریکا از جهان خواست که در مورد بحران ونزوئلا موقفشان را مشخص کنند. مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ونزوئلا گفته است که کشورهای جهان باید با آزادی خواهان ونزوئلا ایستاده شوند یا هم از خوشندهای حکومت نیکولاس مادورو حمایت کنند. و این مخالف سیاسی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را رهبر حقیقی این کشور اعلام کرد و از اعضای شورای امنیت خواست که از حکومت موقت بر رهبری وی حمایت کنند. شماره از کشورهای اروپایی متحد آمریکا در این نشست از موقف واشنگتن حمایت کردند. ونزوئلا و روسیه در این نشست آمریکا و متحدان آن را به کودتا در این کشور متهم نمودند. صدر اعظم کانادا سفیر این کشور در بیجینگ را از سمتش برکنار کرده است. گزارش‌ها می‌رساند که ماکالا در مورد بازداشت رئیس اجرایی شرکت مخابراتی هواوی اظهارات جنجالی داشته و شاید به همین دلیل سمتش برکنار شده است. صدر اعظم کانادا برکناری این دیپلمات را تایید کرده، اما دلیل این تصمیمش را واضح نساخته است. مجموعه خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. در ادامه بیننده دیگر برنامه های کابل نیوز باشید. وقتان خوش. خدا نگهدار.